سلام به همگی، ما لایف هستیم. بگین تو لایف چت صدامون خوبه یا نه. امروز خوب از همه اول نیلوفر اومد بالا که من دیگه منتظر نباشم. ممنون نیلوفر که اومدی بالا. آها رابینم منتظر. چقدر عالی، چقدر خوب. امروز دفعه قبل من باید کلی 5 دقیقه صبر کردم که یکی بیاد بالا. خوبی نیلوفر؟ مرسی، ممنون. شما خوبی؟ امیدوارم که بچه هم همگی خوب باشن. راستش من اومدم بالا به خاطر هشتگی که توی تویتر فارسی داغ شده و خب خیلی صحبت‌های جالبی در موردش شد. یه سری ها گفتن که رنسانس ایرانی اتفاق افتاده و خب یه سری ها هم گفتن که این باعث تفرقه و از بین بردن اتحاد میشه. خیلی صحبت‌های جالبی شد. حالا دوست داشتم نظر شما رو بدونم در مورد اینکه حالا این چه تأثیری داره و اینکه از یه فرد که توی ایران بوده این هشتگ ترند شد. هشتگش هست ریدم تو اسلام، هشتگ ریدم تو اسلام. من که با این هشتگ مشکل ندارم. تو نظرت چیه نیلوفر؟ من که سرسختانه موافقشم. اصلا فکر میکنم لازمه مبارزه با جمهوری اسلامی از همین زدن اسلام هست. ولی خب من که خودم موافقشم، ولی بیا یه ذره ببینیم نظر کسایی که مخالفشن مثلا چیه. خب یعنی سعی کنیم که ببینیم که آیا مثلا نقد خوبی دارن. ممکنه بگن که ببینیم کسایی که مثلا میخوان علیه جمهوری اسلامی به جنگن با هم، خب یعنی با هم متحد باشیم، خیلی هاشون مسلمونه. خب دقیقا. و این هشتگ های مثلا ریدم تو اسلام ممکنه باعث بشه که ما بینمون تفرقه به وجود بیاد و این شانس ما رو برای مثلا مبارزه با جمهوری اسلامی کم کنه. تو جواب به این نقد رو چی میدی؟ خب راستش یه صحبتی که هست در مورد فردای براندازیه که خب اگر قرار باشه الان گفتمان جدای دین از سیاست و این که کسایی که به هر دینی اعتقاد دارن دینشون رو نبرن توی خونه، اگر قرار باشه این گفتمان صورت نگیره، خب فردای براندازی به احتمال زیاد یه حکومت اسلامی دیگه دوباره قرار بیاد بالا، حالا با اکثریتی که بخوایم فرض کنیم مسلمونا دارن توی جامعه. نه ولی خب مثلا آماری که ما داریم الان داره نشون میده که خیلی از مسلمونها هم حتی یه حکومت سکولار دموکرات میخواد. یعنی خیلی از مسلمان حتی تو ایران هم خیلی از کسی که مسلمونن میگن آره ما مسلمونیم ولی ما قبول داریم که مثلا ما دیدیم چی شد، دین وارد حکومت شد، ما مسلمون میمونیم ولی حاضر مثلا دین تو وارد حکومت نشه. هر کسی آتئیست و مسلمان ها چیز شخصی خودشون باشه. بعد بعضی میگن خب شما این آدم ها رو دارین از ما دور میکنین، نه که مثلا قبول دارن به سکولار دموکراسی اعتقاد دارن ولی مسلمان ها. اون نظر چیه؟ آره آخه یکم این جمله به نظر حالا یکم بی‌ادبانه است. فهمیدم که یه مقدار میگن که تیزه و آره خب خیلی اعتقاد دارن که اصلا این حاشیه هست و اصلا از خود اتاق فکر اطلاعات ایران اومده، یعنی جمهوری اسلامی در اومده و خب آره واقعا صحبتشون همینه که با اینکه خیلی از مسلمونا دوست دارن که یعنی در آینده سکولار باشه، سکولاریست باشه، ولی اینو دوست ندارن، اینو اذیت میشن. حالا آخه میدونید چه اتفاقی افتاد؟ بعدش یه سری صحبت شد که از آزادی بیانشون آقای ابراهیم زاده استفاده کردن و گفتن که حالا به جای اسلام گفتن زرتشت و گفتن ریدم به زرتشت. آره خب. آره من با ایشون کاملا موافقم، چون همین که یه جورایی خیلی تقدس داره دین زرتشت هر کدوم و اینکه دوباره یه تفرقه خیلی زیادی بین حالا براندازای ایجاد شد با این هشتگ و حمله‌های خیلی زیادی شد به ایشون، با اینکه حالا خیلی آتئیست بودن و خیلی میگفتن که خب اصلا هیچ کاری با دین اسلام نداشتن، اتفاقا داشتن این هشتگ رو ساپورت میکردن، ولی چون اسم زرتشت اومد یه جوری احساس کردن که به هویتشون حمله شد و خب انگار این همین هشتگ اولی اسلام هم کلن انگار زده شدن ازش.
ببین خب نظر تو چیه؟ من خودم کلی نظر دارم در باره، ولی میخوام اول نظر تو رو بشنوم. تو نظر چیه خب در باره نقدایی که میشه؟ من که به نظرم صحبت خیلی خیلی خوبی پیش اومد، ولی متاسفانه حتی کسایی که خارج از کشور هستن با آزادی بیان هنوز درست آشنا نشدن. و اینکه باز میخوام یه لحظه رشته کلام از یادم رفت، همین که آره از آزادی بیان با هنوز باش آشنا نشدن و تعصبات خیلی زیادی دارن، حالا چه روی پاسارگاد چه روی کوروش زرتشت. یه هشتگ هم بذاریم، یه هشتگ هم بذاریم، ریدم ریدم به کوروش. نه آخر راستش الان یه سری دستورا دادن واسه خرابی، حالا یه سری جاها برای کشاورزا که حالا یه سری صدمات وارد میکنه به پاسارگاد. بعد الان یه هشتگ دیگه هم که دارن میزنن از پاسارگاد بگو هست، و فکر نمی کنم آرمین این چیز خوبی باشه، اصلا پیشنهادش نکنه. این پیشنهاد ریدن به کوروش؟ آره لطفا. ببین من یه پیشنهاد میکنم، بیاین هشتگ بذاریم و ریدن به بیخدایی و آتیستی که نشون بدیم که چرا ما مشکلی نداریم. بیان مسلمونه که با این مشکل دارن بیان بگین، ریدم به هشتگ بذارین ریدم به اسلام ستیزی که ما نشون بدیم که بله شما حقتونه این کار رو بکنین. یعنی تا فضل و آره. بله یعنی ما ایرانی رو که ما ببین من برای این از این هشتگ سپورت، این هشتگ ریدم تو اسلام سپورت میکنم، برای اینکه مردم باید معنی آزادی بیان یاد بگیرن. خب بگن نه این باعث تفرقه و اینا میشه. ببینین ما میخوایم یه جایی یه کشوری میخوایم خب که هر کسی بتونه حرفی دلش بخواد بزنه، خب ولی شما هم این حق رو داشته باشین که اگه چیزی رو دوست ندارین بشنوین به زور کسی بهتون تحمیلش نکنه. خب یعنی ما بتونیم هر جا دلمون بخواد بگیم ریدم تو اسلام، خب شما هم میتونین ما رو بلاک بکنین. اگه کسی هم به زور بخواد به شما تحمیل بکنه که یه چیزی رو که شما دوست ندارین بشنوین، از قانونی باید بهشون برخورد بشه. نیازم چیه؟ یعنی ما تا وقتی که تو جاهای خودمون حرفی داریم میزنیم و به شما تحمیل نمیشه، خب شما اگه چیزی رو دوست ندارین مسئولیتش با شما هست که چیزی رو که دوست ندارید نبینید. شما نمیتونید دولت رو یا حکومت رو بکشین وسط که چیزی رو که دوست ندارید و سانسور کنه براتون. شما خودتون چیزی رو که دوست ندارین باید برای خودتون سانسور بکنید. حالا اگه یه کسی اومد این کار رو برای شما سخت کرد، مثلا اینجوری که شما مثلا عاشورا و اینا رو اذان و اینا رو سخت میکنیم برای ما که ما سانسورش بکنیم، خب که نمیتونیم سانسورش بکنیم وقتی تو ایران داریم زندگی میکنیم، باید ببینیم این چیزا رو، باید بشنویم. خب ما هم چیکاری رو با شما نمیکنیم. خب که هر بار تلویزیون روشن میکنین تا اذان میشه، همه کانال اذان میشه، همه جا مثلا چیزای اسلامی هست و اینا، این تحمیل شده به ما. خب ما یه حکومتی میخوایم که هر کسی بخواد بگه ریدم تو اسلام بتونه بگه، ولی اینو اگه شما نخواین ببینین میتونین جلوشو برای خودتون بگیرید. خب و کسی هم اگه میخواد بیاد بگه ریدم به اسلام ستیزی اونم بتونه بگه ریدم به زرتشتی. اصلا تو ایران یک کسی بخواد بیاد بگه ریدم به ایران، هشتگ بذارید ریدم به ایران، بذارید، مشکلی نیست. هیچ کسی جلو شما رو نمیتونه، نباید بتونه بگیره. آخه میدونید این هشتگ یه مقدار در راستای همین براندازیه، ولی حالا کوروش یا ایران اینا یه جورایی دل سایبریا و ارزشیا رو خنک میکنه. حالا بذاریم بعد از براندازی. نه ببین ما نمیتونیم، ببین ما میخوایم چیزی رو که میخوام، ما نمیتونیم دروغ بگیم به مردم که بعد براندازی و اینا مثلا شد بگیم یه حالا گولتون زدیم. خب اینجوری نمیگن افکارشون یا حالا خودشون بی بند و یعنی یه جورایی نمیدونم بی بند و بار یا حالا سست عنصر هر چیزی یا متزلزل هست که هیچ کدومشون نمیدونن باید برای چه چیزی ارزش قائل باشن و همه چیزی رو سوال میبرن. نه ببین ما باید چیزی رو که بگیم اینه که ببینیم ما انقدر طرفدار آزادی بیان هستیم و این به نفع شما مسلمان هاست. خب آزادی بیان تعریف نشده هنوز برای ما. ببینید وقتی که مثلا یه نفر چند تا چیزو از من بشنوه که من دارم بهشون توهین میکنم، نمیگه که خب این داره از آزادی بیانش استفاده میکنه و داره تقدس زدایی میکنه و داره حالا ارزشو میذاره روی مثلا فرض کنیم انسان و جان انسان، ولی خب داره با خودش میگه که این به هیچی اعتقاد نداره، من برای چی باید با این همسو بشم؟ یا نه ما به آزادی بیان اعتقاد داریم.
خب و خب من این میگم آزادی بیان هنوز برای ما تعریف نشده، خب یعنی خب ما ما باید تعریف حتی کنیم، هنوز باید نمیدونیم تا چه کارو، حدی هست، یعنی حتی خب این کسی مشکل ماست که اینو یاد نگرفتم. ببین اصلا انقدر مفهوم آزادی بیان انقدر برای همه سخته، یعنی هم برای همه انقدر انقدر یاد نگرفته که من چیه، که من وقتی یه نفر رو بلاک میکنم مثلا رو توییتر میگن ای پس آزادی بیان من چی شد، یعنی اصلا نمیدونن آزادی بیان یعنی چی. ما اینا رو ما باید اینا رو تعریف کنیم، ولی ببین ما باید مسلمان ها رو قانع بکنیم که این آزادی بیانی که به ما اجازه میده که بگیم ریدم تو اسلام، خب به نفعشونه، چون ما انقدر به این آزادی بیان حساسیت داریم که کسایی که به این آزادی بیان حساسیت دارن مخالف حکومتی میشن که جلوی تبلیغ اسلام شما رو بخواد بیاد بگیره. نیازم چیه؟ یعنی اگه حکومت آینده سکولار دموکراتی که ما میخوایم، خب ما آزادی درسته میدیم به هر کسی که بخواد بگیرید تو اسلام، ولی به شما هم آزادی میده که با پول شخصی خودتون برید مسجد بسازین، برید مثلا مدرسه اسلامی بسازین، برید تبلیغ قرآن رو بکنین، اونم آزادی بیان رو بهش میدیم، البته تبلیغ قرآن برای بالای 18 سال البته. خب آره اونم بهش آزادی بیان میدیم، یعنی این به نه، یعنی این یک حکومتی شما باید، شما اتفاقا باید از این دفاع بکنید، چون اگه کسایی تو کار بیافتن که بگن نه اینو ما نباید بگیم، اینو اجازه نباید بریم کم چرف بزنن، خب اونا کسایی که طرفدار سانسور اینا هستن ممکنه اونا اگه بیافتن تو حکومت، اگه قدرت های همچین قدرتی داشت، اگه همچین فلسفه‌ای داشته باشن که یه حرف رو نباید زد، خب اونا بعد از برنامه‌ریزی که میان جلوی شیعهش خودش اسلام شیعه خود شما رو اول از هر چیزی جلوی همونو میگیرن. یعنی ما با مسلمان هایی که میگن یه سری چیزا باید سانسور بشه باید بگیم شما اگه این قدرت رو بدین، این قدرت سانسور رو به هر مرکزی بدین، به هر مؤسسه ای بدین، بعد از جمهوری اسلامی ممکنه کسی بیان اول دنبال خودتون. منظورم میفهمی؟ بله آره آره خب آره من کلا برای همین من از ریدم به کوروش و ایران و زرتشت و بی خدایی و آتیستی و اینا هم دفاع میکنم. اتفاقا ما خودم، من میگم خودمون بیایم بگیم که هشتگ ریدم به آتیستی، ما خودمون شروع کنیم که ببینیم که ببین ما مشکلی نداریم، راحت بگید اشکال نداره، شما حق دارین بگید، یعنی ببین ما تعصبی نداریم، شما بگید ریدم به آتیستی. آخه در مورد حالا زرتشت یه صحبتی که شد این که خب یه سری مقایسه اومدن کردن، گفتن که خب پیامبر زرتشت، حالا پیامبر بوده یا گفتن فیلسوف هست هرچی هست نمیدونم، گفتن که ایشون هیچ یعنی در حد پیامبر محمد چیز نکرده، خون نریخته، تجاوز نکرده. ریدم به آرمین، من خون ریختم؟ نه نه شما سلامت، من که خون نریختم. بابا بیان بگین ریدم با آرمین اشکال نداره بگید، مهم یعنی خب نه داشتن میگفتن که مثلا دینی هست که حالا بر اساس اون سه تا گفته کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، این یه جورایی مثلا یه دین خیلی مسالمت آمیز و آروم و اینجور چیزا داشتن در همدش حرف میزدن، گفتن هست و اینکه خب اصلا قابل قیاس نیست با دین اسلام و خب مثلا حالا تایید نمی کردن که این دوتا یعنی این دوتا یعنی این جمله رو برای این دوتا دین همزمان بخوایم استفاده کنیم، با این وجود که خیلیاشون حالا خارج از ایران و خب با همون آزادیای بیان داشتن دارن زندگی میکنن و خب آخه این یه جورایی این که نیلوفر ما حق توهین رو فقط به چیزی که نه من دارم از اونا میگم که اینجوری فکر میکنن، من گفتم من جفتشو ساپورت میکنم. خب من جواب به اونا اینو میدم که ما میگیم ما میخوایم هر موقع حساسیت به توهین برای یه چیزی وجود داره ما به اون چیز توهین میکنیم، حتی اگه اون توهین به اون چیز، خب بعد شروع میکنن حمله به مثلا مادر یه فوش به مثلا اعضای خانواده این شکلی، یعنی میگن خب که خب ما از آزادی بیانی که شما دارید میگید استفاده میکنیم و خب به این چیزا فوش میدیم. خب بکنید ما هم قضاوت میکنیم شما رو. خب شما کسی که جلوتون نگرفته، شما میخواین بیان به مادر من فوش بدین آزادی که این کار بکنید، ولی من قضاوت میکنم که شما یادم عوضی هستید. خب یعنی شما حق توهین رو دارید، خب توهین بکنید بعد مردم هم حق قضاوت خب، دارن که ببینن که شما چه آدمی هستید. خب درسته، ولی نگاه کن ببین چه مقایسه میان میکنن، میگن دین زرتشت خیلی آرومن، خیلی خوبن، هیچ خون و خونریزی نداشتن،
چجوری مقایسش میکنید با دین اسلام و چرا اینو میاد زرتشت رو مثلا میگید که ریدم بزن؟ مقایسه نکردیم، ما داریم حق توهین رو به همه چیز نه رو... خب آخه ببین آرمین ببخشید، نگاه کن میگن، نگاه کنید اینو میگن خب دینی حقشه که این هشتگ براش ترند بشه که در این حد بد بوده، مثلا تجاوز و بچه شیرخواره و فلان و همه این چیزا. دین زرتشت خیلی آروم و خوبه، مسالمت آمیزه، چرا باید برش؟ یعنی میگن که اصلا از آزادی بیانتون برای دین به این خوبی استفاده نکنید. که حالا فکر میکنم نمیدونم یکی از کاربرا بودن که مثال، آره یادم من، یکی مثال دین بودایی رو زدن که گفتن دین بودایی روی کاغذ دیگه نیست از این دین مسالمت آمیزتر روی کاغذ. و این خب... غلط این حرف. نه داشتم میگفتم زر... خب دین بودایی دین بدیه، دین زرتشت هم دین بدیه، ولی خب بگی. آره داشتم میگفتن که وقتی که به وارد یعنی به عنوان یه حکومت نزشتی بکن آها گفتی از بودایی، گفتی از بودایی، من دیگه بگو بگو، گفتی از بودایی دین آرومتری. آره گفتن که وقتی به عنوان حکومت میاد سر کار و اینو ایدئولوژی به عنوان یه حکومت میاد سر کار، یه بچه یه 3 ساله رو هم آتیش میزنه با وجود اینکه این دین روی کاغذی دین کاملا مسالمت آمیزه. و خب من دارم در مورد این مقایسه‌ای که بین بدی و خوبیه مثلا یه دین میکنن و میگن چون این دین بدیش بیشتره پس حق داریم که بهش توهین کنیم، و خب از اون طرف اگر یه دین خیلی خوبه حق نداریم بهش توهین کنیم و این هویت و همه هویت و گذشته ماست. و حتی زرتشت مثلا میچسبونن به کوروش، به نمیدونم هر تمدن باستانی که ما داشتیم، اینا رو یکی میکنن. بفهمید. خب ببین ما داریم در برای چند چیز مختلف صحبت میکنیم. آیا ببین ما وقت میخوایم یه چیزی رو ببینیم آیا توهین بهش، ما حق داریم بهش توهین بکنیم یا نداریم؟ خب آیا اخلاقی هست که به یه چیزی توهین بکنیم یا نکنیم؟ آیا از لحاظ استراتژی کار خوبی هست ما یه چیزی توهین بکنیم یا نکنیم؟ این 3 تا سوال کاملا مختلفه. خب حق آره، داریم که این کارو بکنیم. صحبتشون بود که الان تو این کار خوبیه، ولی درسته، ولی من چیزی رو که میگم وقتی این 3 تا سوال کاملا مختلفه، ولی مردم وقتی دارن در برای این سوال صحبت میکنن از یکی میپرن به یکی دیگه و یه جوری صحبت میکنن انگار همه اینا یکیه. خب سوال اول اینکه حق داریم به چی توهین بکنیم، برای همه اینا یکیه، چه خوب باشه چه بد باشه، حتی به یه چیز خوب کاملا خوب که اصلا از لحاظ اخلاقی بد باشه که ما بهش توهین بکنیم، از لحاظ قانونی باید این حق رو داشته باشیم که توهین بکنیم حتی اگه از لحاظ اخلاقی بد باشه. خب پس مرحله اول حق داریم ما یه به چیزی توهین بکنیم، بله به همه چیز ما این حق رو باید داشته باشیم که توهین بکنیم، نمیام اخلاقی ها، خب ولی قانونی باید باشه. خب یک، دو، مرحله دوم کدومش اخلاقی کدومش اخلاقی نیست. خب از لحاظ اخلاقی وقتی ما به یه چیزی توهین میکنیم که یک شخص نیست، خب از اخلاقی هیچ مشکلی نداره، برای اینکه به شخصی ما توهین نکردیم. یعنی آیا داریم به اسلام، به میهن پرستی، چه میدونم به دین ستیزی خود ما، به آتیستی، به اسلام، به مسیحیت، به زرتشتی، اینا چون یک شخص نیستن توهین بهش، مگه اسلام مگه آدمی که بخواد بیاد ناراحت بشه؟ خب از اخلاقی هیچ مشکلی نداره که به یک چیزی که یک انسان نیست، شخصیت نداره، توهین کردنش نباید مشکل داشته باشه. خب حالا اشخاص، بعضی از اشخاص از نظر اخلاقی بهشون درسته که توهین بشه، بعضی از اشخاص بهشون درست نیست که توهین بشه. مثلا توهین به خامنه‌ای به نظر من هیچ مشکلی نداره، خب ولی مثلا توهین به مادر یه نفری که کاملا هیچ کاری با کسی نداره، توهین بهش باید قانونی باشه ولی اخلاقی نیست، قانونی هست ولی اخلاقی نیست. خب از خب این سوال دوم. سوال سوم، از لحاظ استراتژی توهین بعضی موقع یه چیزی هم قانونیه هم اخلاقیه، ولی بعضی میگن با اینکه توهین هم قانونیه هم اخلاقیه، از لحاظ استراتژی به درد ما نمیخوره، بلا ممکنه جواب عکس بده. خب من میگم وقتی که چیزی حساسیت براش وجود داره که بهش توهین بشه، از لحاظ استراتژی به نفع ماست که بهش توهین بشه، برای اینکه داریم برای آزادی بیان می‌جنگیم. خیلی متوجه نیستن که استراتژی که ما داریم وقتی داریم به چیز توهین می‌کنیم، برای تغییر نظر اشخاصی که بین عقیده دارن درباره اون موضوع نیست، برای دیوارایی که دارن دور این کشن که ما به یه چیزی توهین نکنیم.
میرازم چه؟ بله. مثلا یه نفر یه سری کسایی به اکس اعتقاد دارن، ما میایم توهین میکنیم به اکس، خب این به خاطر این نیست که ما اگه توهین بکنیم به اکس، کسی که به اکس اعتقاد داره میاد میگه ای پس من دیگه به اکس اعتقاد ندارم، نه، از نظر این استراتژی برای تغییر نظر اشخاص این استراتژی خوبی نیست. ولی کسایی اگه کسایی به اکس اعتقاد دارن بیان بگن که شما حق ندارین، بیان دیوار بکشن دوباره دور و بر اکس و بگن شما توهین به اینا اجازه ندارین بکنین و ما جلوی شما رو میگیریم، اون موقع من میگم از نظر استراتژیکلی به نفع ماست که ما به اکس توهین بکنیم که این دیوارا رو بشکنیم. درسته. کاملا موافقم. ولی خب متاسفانه خیلی متوجهش نیستن فعلا. مشکل همینه، مشکل این بحث اینه که خیلی ها این سه تا موضوع رو با هم قاطی میکنن. سه تا سوال مختلفه، این سه تا سوال رو با هم قاطی میکنن. خب آخه مثلا یه جورایی میذارنش پای وطن پرستی، وطن دوستی، میهن دوستی و اینجور چیزا. و خب مثلا این که تو شما بی هویت هستین که مثلا برای هیچ چیزی ارزش قائل نیستین، یا حالا در واقع تقدس رو میان تغییر میدن به ارزش. و خب اینجوری بله ما تقدس نداریم ولی ارزش قائل میشیم، اتفاقا چون ارزش قائل میشیم برای آزادی بیان توهین میکنیم. یعنی میگن شما هیچ ارزشی برای چی قائل میشین؟ نه، اتفاقا دلیل توهینمون به خاطر ارزشیه که برای مبارزه که داریم برای آزادی بیان میکنیم. ولی کاش اگر مثلا بچه ها بودم که با این هشتگ زرتشت مخالف بودن، اگر هستن توی لایو چت بیان صحبت کنن. الان چهار نفر منتظرم، بذار بیارمشون بالا آخر برنامه بعد از اینکه همه رو بردم بالا. اگه کسی میخواست با تو مثلا بحث بکنه جفتتون رو میارم بالا، چطوره؟ باشه. راستش من خودم یه بحث دیگه هم داشتم به غیر از این هشتگه. من فقط اگه یادت باشه توی لایو چت یه جمله گفتم که از یه سری از آدم ها خوشم نمیاد، حالا بچه ها منتظرن من بگم یا نگم. چی بود؟ گفتم که از یه سری از یه قومی از یه ملیتی خوشم نمیاد و خب شما و قاسم و یکی دیگه از بچه ها دعوام کردین که درست نیست. بله این خیلی زشته، این کارش خیلی زشته. چرا آخه؟ برای اینکه کلی گویی داری میکنی، این نجاستیزیه. من خب این بر اساس تجربه های شخصی من بود که من از اون ملیت خوشم نمیاد و خب فکر میکنم که بیفرهنگم. چرا نتونم بگم خوشم نمیاد؟ خوشم نمیاد. ببین اینو فرقاتی کردی دو تا بحث مختلف. من گفتم حق نداری بگی یا گفتم کار اشتباهیه. من اگه بگم اخلاقی نیست معنیش نیست که تو حق نداری بگی. خب تو داری یه جوری میگی انگار من گفتم مثلا از قانونی مشکل داره. خب شما منو مجبور کردین حرفم پس بگیرم. من مجبور نکردم، من نقدت بکنیم مجبورت کردیم حرفتو پس بگیری؟ زور چجوری زور کردیم که حرفتو پس بگیری؟ خب من اگه بیام من اگه کردیم. خب خوبه که باید شرمنده بشی وقتی همچین حرفی میزنی. خب ببین مثلا میگم من از مریخیا خوشم نمیاد، حالا فرض کنیم روی مریخ کسی باشه خوشم نمیاد، الان کسی باید بیاد منو یعنی باید بیان دعوام کنن که درست نیست این حرفا، نمیدونم نجات ستیزی. خب. یا مریخیا رو نمیتونی مثال بزنی چون من بستگی داره که مریخیا چجوری باشه. ممکن من در وقتی درباره یک گروه انسان به درباره یک نژاد کامل یا یک مردم یک کشور به طور کامل یه تو یه قضاوت میکنی بر اساس تجربه شخصیت، تو میای یه حرف بدی رو درباره مردم یک کشور میزنی، من اگه بیام نقد بکنم بگم نیلوفر این حرفت هم زشته هم اشتباهه هم غیر اخلاقیه، معنیش این نیست که حق تو رو گرفتم که تو این حرفو نزنی. تو این حقو داری که اینو تو هم حق داری که این حرفو بزنی، منم حق دارم که بیام بگم که این حرف نیلوفر زشت و اشتباهه. خب یعنی چرا پس در مورد گرایش‌های جنسی شما مثلا راحت میتونید از این جمله استفاده کنید که خوشم نمیاد، ولی مثلا اونجا کسی یادآور نمیشه که این اخلاقی نیست، ولی حق تو هست، حالا حقم که هست بگم، ولی خب اخلاقی نیست، چرا اینو کسی یادآور نمیشه؟ ولی الان وقتی دارم در گرایش جنسی خودم صحبت میکنم، وقتی دارم امیال جنسی خودم صحبت میکنم، مثلا فرض کنید من از همجنسگرها خوشم نیاد. خب اینم مشکل داریم ما باهات. ببین از همجنسگرایی خوشم نمیاد مثلا شما یه بار توی همجنسگراها که... نه من که خودم رنگی کم آره. میدونم تو رنگی کمون هستی، تو طور مثالی رو دارم میگم. خب okay. کس مثلا فرض کنیم یه نفر داره میگه که ببین اگه یه نفر بگه من از همجنسگرایی خوشم نمیاد، خب خوش اشکال نداره نیاد، خب نکن. خب خب بذار خوشم نمیاد بخواد کلمه چندش استفاده کنه.
خب چه اشکال نداره، چه سلیقته، مثلا یه خب نفر چرا بتونه برای من الان خوردن نتونم بگم از فلان ملیت خوشم ببین نمیاد یا چندشم بذار، میشه؟ برای اینکه چیزی که تو داری میگی شباهت داره با کسی که بگه من از همجنسگراها خوشم نمیاد، نه اینکه از همجنسگرایی خوشم نمیاد. خب تو اگه از همجنسگرایی خوشت نمیاد اشکال نداره، سلیقه شخصیت خود همجنسگرایی نکن. خب تو اگه بگی من از همجنسگراها خوشم نمیاد بر اساس تجربه شخصی، این حرف غلط و زشت و هوموفوبیکه. تو داری قضاوت میکنی همه کسایی که هم... خب مگه من گفتم غیر قانونیه؟ نه خب میخوام بدونم آخه یه جوری خودسانسوریه، من اینجوری احساس میکنم حتی پیش خودم هم نمیتونم فکر کنم که از اینا خوشم نمیاد اینجوری. خب برای اینکه خجالت داره این طرز فکره. باز ببین همونجوری که کسی که بگه من از همجنسگراها خوشم نمیاد این شرم داره و اشکال نداره که ما شرم بیاریم برای همچین کسی، یه کسی هم مثل تو اگه نیلوفر اگه بگه من از مردم همه مردم این کشور خوشم نمیاد به خاطر تجربه شخصی که داشتم، خب اشکال نداره، ما مجبور نکنیم ولی شرم ما میتونیم علی تو هم استفاده کنیم. راستش من هر چی فکر کردم دیدم اصلا هیچ مشکلی نداره من بگم خوشم نمیاد، نمیدونم چرا، نمیدونم حالا، ولی خب از این بابت تو میگی مشکل نداره، من میگم مشکل داره و نقدت هم میکنم، میگم این ببین مخص این اتفاقا یکی از بهترین مثالا هست. خب من دقیقا برای خوشم نیومدنی فرض کنید اینه که میخوام فرض کنید، خب من حالا نمیدونم، حرف... فرض کنید من جمله تموم بشه، جمله من داشت تموم میشه، من میگم اتفاقا مثال بسیار خوبی هست از این که نتیجه گیری از تجربه شخصی چقدر مشکل داره. بگو. خب من نمیتونم بر اساس تجربه شخصی شما بگم خب خوشم اومد ازشون. من نه تجربه شخصی من باید معیار باشه نه تجربه شخصی تو. تو داری کلیگویی میکنی از مردم، از 1 بیلیون نفر، از 1 میلیارد نفر داری کلیگویی میکنی بر اساس تجربه شخصی که تو داری؟ خب بر اساس همین دو سه تا از بازیگراشون خوشم میاد ولی خب در کل خب ببین تو که نیلوفر تو خود رنگین کمونی هستی درسته؟ بله. خب بر اساس همین معیاری که تو داری کسایی که میان علیهش رنگین کمونی ها صحبت میکنن بر اساس تجربه شخصی که داشتن، تو هم میگی حرف اونا رو تو داری اخلاقی حساب میکنی؟ خب نه، تا زمانی که به من سنگ پرتاب نکنن من باشون مشکل ندارم، میتونن هر نه. خب بگم خوشم فرض کن چند تا رنگین کمونی به ما سنگ پرتاب کردن، خب من میتونم بیام تو مثلا من اگه تجربه شخصی من باشه که با چند تا رنگین کمونی تجربه بسیار بدی داشتم، و وقت من فهم میکنی درسته از از اخلاقی که بیام تو رو قضاوت بکنم؟ خب این تجربه شما حق دارید، شما اذیت شدید. میگه حق داری مگه من؟ نه میگم حق نداری، من دارم از از اخلاقی دارم قضاوتت میکنم نه از قانونی. خب بازم درسته که حق دارم، میگم که حتی از از اخلاقی شما بگید خوشم نمیاد، یعنی دو تا چیز قضاوتی میکنی، تو داری میگی حق بهت میدم از از اخلاقی، داری تناقض داره، یکیش قانونیه یکیش اخلاقیه. خب من درسته که از از قانونی میتونم همچین حرفی بزنم ولی از اخلاقی کار اشتباهیه. خب من شما رو درک میکنم، شما از این رنگی کمونی ها اذیت شدین، یه دوره بله از زندگیتون درک کردنی آسیب دیدین. درست درسته نیلوفر، درک کردنی که چرا یک کسی ممکنه یه عقیده اشتباه داشته باشه معنیش نیست که عقیده اشتباهش درسته. ما اگه بخوایم درک بکنیم، خب ما میتونیم درک هم بکنیم که چرا داعش داعشیه، ما میتونیم درک بکنیم که چرا داعش یا داعشی شده. خب اینا ولی چون درک میکنی نه ببین، چون درک یه چیزی رو درک میکنیم که چرا یه سری کسایی یه عقاید رو دارن معنیش نیست که عقایدشون درسته. یه بار دیگه میگی ما ممکنه این که ما بتونیم درک بکنیم که چرا بعضی یه سری عقایدی رو دارن معنیش نیست که عقایدشون درسته. تو میتونی درک بکنی که چرا یه کسی یه عقیده غلط رو داره، درک کردن این که چرا یه کسی یه عقیده غلط رو داره معنیش نیست که درک شما معنیش اینه که شما فکر میکنین عقیدهش درسته. خب اوکی مرسی. خواهش. خب ولی خب تأثیری نداره، من از ایرانی ها خوشم میاد همچنان، فقط بقیه رو دوست ندارم. ما روت کار میکنیم این دوکار که اینقدر نجات پرست و نجات ستیز نباشیم. اصلا اصلا من نه من نیستم، من اصلا نیستم، من باهاشون کامیونیکیت دارم، نه من فقط دوست ندارم، من خوشم نمیاد ازشون. ببخشید میگه من نجات ستیز نیستم ولی خوشم نمیاد ازشون. خب آخه این ستیزی رو من نمیدونم واقعا
چی هست، چون اگر همون چیزی حمله که هست همون چیزی که تو گفتی همونه، نجاست چیزی همونه که میگه من خوشم نمیندازش. آخه من که توی تظاهراتی بذار نیلوفر بعد بریم سراغ ما، بریم معذرت میخوام بچه ها، مرسی، خدا فعلا خدا.